این get info شما که شورتکاتش command i به معنای information هستش از فایل یا فولدری که انتخاب کردید اطلاعاتی در اختیار شما میذاره که طبیعتا اینجا دیده میشه اما چند تا کارایی خیلی جالب داره یکیش اینه که شما اگه خواستید آیکون یک چیزی رو عوض بکنید مثلا از این آیکون خوشتون نمیاد حالا دوست دارید مثلا این آیکون رو جاش بذارید کامند آی رو میزنید رونیا یکم کامند آی آیکون مبدر رو انتخاب میکنید این بالا دورش یه هایلایت آبی رنگ دیده میشه کامند C برای کپی این یکی انتخاب میکنید کامند V به همین راحتی آیکون اون رو یکی کپی میشه و دیگه اینجا شما این شکلی میبینینش ام این پایینش یه اسپاتلایت کامنت داره اگر شما توضیح بخواید به این فایل اضافه بکنید مثلا سینگینگ مگوس این اینجا دیده میشه بعدا اگر سرچ بکنید یا حالا هر جایی هم دیگه این اطلاعات همراه این فایل هست نوع فایل رو اینجا نشون شما میده سایزش رو اینجا و جاش رو اگر شما خواستید میتونید این رو با کامند سی کپی بکنید و حالا فرزن توی گو گو تو فولدر اینجا میتونید بزنیدش رو حالا تا خوب این فولدر باز بود گو تو فولدر اینجا اگر پیستش بکنید دقیقا همون فولدر رو برای شما باز میکنه. به شما نشون میده کی درست شده کی مادیفای شده لیبل اگر داشته باشه لاک اگر بخوایم بکنینش قفلش بخوایم بکنین از اینجا میتونید کار انجام بدید اگر عکس دیجیتال باشه اطلاعات مربوط به دوربین دیجیتالی شما نشون میده اسمش و اکستنشنش طبیعتا اگر خواستین از اینجا میتونید عوض بکنید میتونید بگین که اصلا اکستنشنش رو نشون نده که دیگه نشون شما نمیده برنامه که باش باز میشه که اینجا پریویو است اگر خواستید میتونید تغییرش بدید میتونید بگید با فوتوشاپ بازش کن یا اگر خواستید چینج آل رو بزنید دیگه همه فایل های جی شما رو با فوتوشاپ باز میکنه که من طبیعتا این کار رو انجام نمیدم این چینج آل تقریبا شبیه تقریبا دقیقاً این که دقیقاً عین همون دیز اوپن ویتیه که قبلا در موردش صحبت کردیم پریویو فایل رو اینجا نشون شما میده و یه عنوانی هم این انتها داره که ممکنه خیلی براتون مهم باشه اگر شما فایلی رو از پی سی بیارید یا از جای دیگه بیارید ممکنه اینجا رید اونلی باشه و طبیعتا اگر شما تو فتوشاپ بازش بکنید تغییرش روش بدین نتونین سیوش بکنید برای این کار شما باید اینجا این قفل رو بزنید و اون یوزر نیم و جلوش رید اند رایت رو تغییر بدید و حتما از رید اونلی به رید رایت تبدیل بشه که دیگه بتونید سیوش بکنید اگر خواستی پاکش هم بکنید اگر قفل باشه ممکن این اتفاق موقع پاک کردن سطل بیفته که به شما یه اختار بده باز با همین روش میتونید این قفل رو هم بردارید اما ما سه جور در واقع گت اینفو توی او اس داریم یکیش همین چیزی که الان با هم دیدیم عنوان دومی دو که داره اگر شما alt رو نگه دارید alt command i show inspector هست و عنوان سوم get summary info هست چه تفاوتی داره این سه تا با هم اگر من اینجا چهار تا عکس رو انتخاب بکنم و بخوام حجم هر چهار تاش رو ببینم اگر تک تک اونها رو بخوام ببینم همین get info یا همون command آی رو میزنم اما ممکنه شما بگید من الان حجم هر پنج شیشتا تا اینها رو با هم میخوام ببینم میخوام ببینم حجم کلیشون چقدره اینجا شما میتونید از همین show inspector استفاده بکنید alt command آی رو بزنید و حالا به شما میگه که کل این ها الان مثلا 7 و اما یه مشکلی که این شو اینسپکتور داره و شاید در این حال مزیت هم باشه اینه که زنده است یعنی مثلا شما اگه فایل های دیگه رو اینجا انتخاب بکنید تغییر میکنه ممکنه شما بگید من حالا شاید بعد نباشه یه هم چیزی رو اینجا داشته باشم که دو تا فایل با هم مقایسه بکنم اما اون قبلی ها رو هم میخوام نمیخوام این شکلی بشه شما اگر چند تا چیز رو باز اینجا انتخاب بکنید بیاید اینجا کنترل کامند آی رو بزنید یا همین طور که اینجا شما میبینید get summary info دیگه این تغییر رو میکنه این دیگه همیشه اینجا هست و اگر من اینجا بغلش کامند alt i رو بزنم شما اینجا میبینید که اصلا این بار بالاشون هم یه تفاوتی با هم داره این به این معناست که اگر من الان چیز دیگه رو انتخاب بکنم تغییر میکنه و این یکی به این معنا که ندیگه تغییری نخواهد کرد خیلی شبیه بالای خود گت اینفو هستش که دقیقا همینجوری گرده و خیلی شبیه اون یکیه